خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه در منطقه یبرود برای 8 روز نبرد خود را با نیروهای اسد و شبه نظامیان حزب الشیطان ادامه دادند. رزمندگان ارتش آزادی در جبهه ریما 27 تن از عناصر رژیم اسد را به هلاکت رساندند. انقلابیون سوری اعلام کردند تلفات شبه نظامیان حزب الشیطان لبنان که فرماندهی نیروهای اسد در یبرود را به عهده داشتند به بیش از 100 نفر رسیده است. شاهدان انهدام 3 تانک این شبه نظامیان و به اسارت درآمدن 15 تن از آنها را گزارش کردند. گردانهای اپوزیسیون سوریه در استان ادلب و هما دو پایگاه نظامیان اسد را تصرف کردند و در استان درعا انقلابیون سوری دشت ارامی و یک پایگاه نظامیان اسد را به کنترل درآوردند. در این عملیات رزمندگان ارتش آزادی چند تانک و زرهی نظامیان اسد را منهدم و 25 تن از آنها را از پای درآوردند. ژنرال البشیر النعیمی رئیس جدید ستاد فرماندهی ارتش آزادی سوریه در یک جلسه مشترک با حضور احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه و اسعد مصطفی وزیر دفاع حکومت انتقالی مأموریت فرماندهی ستاد مشترک را به طور رسمی تحویل گرفت. در این جلسه سازماندهی مجدد ارتش آزادی از سوی وزارت دفاع و ستاد فرماندهی ارتش آزادی و فراهم آوردن تمامی امکانات برای محقق کردن این هدف در یک زمان محدود در اولویت کار قرار گرفت. در پی انفجارهای اخیر در بیروت، سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان از نیروهای حزب الشیطان خواست تا از سوریه خارج شوند. وی افزود لبنان باید از آتش بحران سوریه دور باشد. بمباران جنایتکاران شهرها و مناطق مسکونی در سوریه توسط نظامیان اسد امروز نیز به شدت ادامه داشت. شهرک عطارب در غرب حلب با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت که بر اثر آن 25 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان اعضای یک خانواده شامل مادر و 5 فرزند خردسالش مشاهده می‌شود.